در تماشاخانه امروز به یکی از هنرمندان قدیمی سینما می‌پردازیم. درباره چگونگی کارش و ادامه کار هنری در بعد از انقلاب رو پی می‌گیریم. از بعد از انقلاب 57 همه هنرمندان سینما و تلویزیون و تئاتر به نوعی محروم از هنر واقعی و هنر آزاد شدند. منظور از هنر آزاد یعنی آزادانه، یعنی آزادانه به کار خلق اثر هنری بپردازند. چون اصولاً هنر وقتی پویا و ماناست و زیباست که در آزادی کامل هنرمند بتونه هنرش رو خلق کنه. و این امر بعد از سال 57 از هنرمندان ایران سلب شد. خیلی حقوق انسانی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی از مردم ایران سلب گردید که در اینجا بحث ما فقط هنر است. یکی از این افراد یک هنرپیشه زنی بود که در سینما کار میکرد و در غریبانه ترین شکل از دنیا رفت و نیست شد. نامش توتی سلیمی بود که از سینما کارش رو به عنوان بازیگر شروع کرد. همچون مرغ دریایی ندستی آشیانه دستم نه قلبی می به امید من غروبم ناامیدم. توتی سلیمی متولد 1333 است، یکی از بازیگران سینمای قبل از انقلاب استش. سلیمی توسط علی درویش رئیس سازمان سینمایی هلن به جامعه سینمای وقت معرفی شد. او طی سالیان محدود فعالیت خودش رو در سینما در فیلم هایی چون کینه، سنجر، صمد آرتیست می شود، صمد خوشبخت می شود، تکیه بر باد، ولی نعمت، رابطه جوانی، مرد ناآرام، مرد شرقی، زن فرنگی شرکت نمود. او پس از انقلاب دادگاه انقلاب اسلامی احضار شد و پس از انقلاب نیز تقریبا ممنوع کار بود، فقط در یک سریال تلویزیونی به نام روزی عقابی کار کرد. به چگونگی وضعیت توتی سلیمی در بعد از انقلاب مستندات بسیاری در دست نیست، اما در 30 آذر 1390 روزنامه همشهری عکسی از توتی سلیمی رو به چاپ رسوند که در زمره افراد مجهول الهویه چاپ نموده بود، یعنی افرادی که هویتشون مشخص نیست عکسش رو چاپ کرده بودند و اعلام کرده بودند که چنانچه خانواده های آنها جهت شناسایی مراجعه نمایند، که معمولا در روزنامه ها عکس از این آدم ها همه ما ها دیدیم. در روزنامه کیهان، اطلاعات، همشهری و حتی مجلات به چاپ می رسید و می رسد. منم آن خانه بدوشی که تنها ماندم، تنها گریزان از دیار خود. Yeah, he enjoys.
و بعد از تحقیقات شخصی که در این مورد تحقیق کرده بود، مشخص شد که طوطی سلیمی در محلی به نام سامانسرای لویزان که تحت نظر شهرداری تهران است اداره می شود و اون هنرپیشه قدیمی رو در آنجا پیدا کردند. پس از پیگیری های لازم اون شخص می تونه حضوری با آنجا بره و دیداری با طوطی سلیمی داشته باشه و متاسفانه معلوم میشه که این بازیگر سینمایی قبل از انقلاب حال مناسبی نداره و دچار اختلال حواس است. با توجه به حفظ برخی مسائل اجتماعی و آبروی بازیگر قدیمی از درج در رسانه‌ها خودداری میشه. بعد از مدت‌ها طوطی سلیمی به یک مرکز بهزیستی در تهران منتقل میشه و با توجه به عدم وجود افرادی که از خانواده ایشان اطلاع داشته باشند و کسی نبوده که بیاد و طوطی سلیمی رو به منزلش و یا خانوادهش بیان اونو تحویل بگیرن و به این دلیل طبق قانون جمهوری اسلامی این فرد به عنوان آدمی بی سرپرست معلوم میشه و مدت 2 ماه در آنجا نگهداری میشه. با اینکه طوطی سلیمی مبتلا به 2 بیماری عمده قلبی و تنگی نفس بوده، اون رو به بیمارستان شهدای تجریش منتقل میکنند و از آنجایی که در آن بیمارستان دولتی یا شهدای تجریش که به قصابخانه معروف است نگهداری درستی از ایشان نمیشه، در آن بیمارستان طوطی سلیمی فوت میکنه. زمانی که این بازیگر قدیمی فوت میکنه روزهای آخر اردیبهشت سال 91 بوده و متاسفانه به دلیل عدم مراجعه هیچ فردی که جنازه اون رو تحویل بگیره، بعد از 2 روز ماندن در سردخانه بیمارستان تجریش، شهدای تجریش از طریق کلانتری اقدام به انتقال جسد وی به پزشکی قانونی کهریزک میشن و 10 روز جسد رو در آنجا نگهداری میکنن و اطلاعیه صادر میکنن در مطبوعات که اگر کسی این جسد رو میشناسه بیاد و تحویل بگیره. لازم به ذکر است که مراحل قانونی و تشریفات دریافت مجوز دفن توسط آقای فرامرز امینی صورت میپذیره و مقرر میشه که در تاریخ 4 خرداد 1391 ساعت 11 صبح از مقابل غسالخانه بهشت زهرا منتقل میشه، در حالی که مجوز دفع برای قطعه هنرمندان صادر نمی کند و تقاضا می کند که از هموطنان عزیز از آنجایی که طوطی سلیمی در تنهایی و عزلت با این جهان وداع گفته و کسی را نداشته، که شاید با حضور انبوهی از مردم برای شادی روح آن بازیگر با حرمتی گذاشته بشه به جامعه سینمایی کشور، مردم بیان و اونو دفن کنند. و خوشبختانه شخصی که اطلاع داشته دختر ایشان در عراق زندگی میکنه اما هیچ گونه رابطه ای با مادر خودش نداشته، با اعلام خبر فوت مادر از کشور عراق به تهران میاد و در مراسم تدفین مادرش شرکت میکنه. و هر جهت از آنجایی که در گذشت هر هنرمندی قاعدتا نباید در گمنامی و تهی دستی و فقر صورت بپذیره، اما این ضایعه برای جامعه هنری کشور تأسف باره. متاسفانه هیچ گونه قانونی برای حمایت از هنرمندان، کسانی که کسی رو ندارند، بیکس هستند، هنرمندی که سالها زندگی کرده، هنرپیشه‌ای، کارگردانی، نویسنده‌ای که سالها کار کرده برای مردم و هنرش رو در اختیار مردم گذاشته، چه از طریق سینما، چه از طریق تلویزیون، رادیو و هر هنری که داشته خدمت کرده به مردم و باید حداقل قانونی باشه که حمایت بشه از افرادی کسی رو ندارند، بیکس هستند، مثل خانم سلیمی به شکلی آبرومند که شایسته هر هنرمند
هر بازیگر، هر کارگردان و هر شخصی که در کار و هنر هست، حالا فرق نمی کنه، نقاشی باشه، خط باشه، ازش حمایت بشه و در و با حفظ آبرو اونو دفن کند. یادش گرامی باد. منم آن خانه بدوشی که تنها ماندم، تنها گریزان از دیار گهی اینجا گهی آنجا، تنها تنها تر از عشق، غمگین تر از تنهایی، رها بر بال طوفان همچون مرغ در قلبی می تپد به امید من، غروبم نو امیدم از فردا، خدایا مرد دیگر خورشید